سلام و وقت بر شما بخیر. مجموعه خبری امشب ویژه آغاز کار عملی پروژه تاپی است. پروژه انتقال خط لوله گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به کشورهای پاکستان و هند. موسوم به تاپی بار اول در 2018 از سوی سران این کشورها افتتاح شده بود. اما با گذشت 7 سال هیچ پیشرفت نداشت. این خط لوله گاز ظرفیت انتقال سالانه 33 میلیارد متر مکعب گاز را دارد که درازی مجموعی پروژه تاپی 1814 کیلومتر است. در همین حال، کار عملی این پروژه با اشتراک مقام‌های بلندپایه افغانستان و ترکمنستان امروز در هرات آغاز شد. ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزراء در این مراسم این روز را روز تاریخی دانسته که مردم افغانستان منتظر آن بودند و تأکید کرده که این پروژه با همکاری و نیت نیک ترکمنستان افتتاح شده است. جزئیات بیشتر با سید بلال سیاد. کار عملی پروژه لوله انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند یا تاپی امروز با حضور بلندپایه‌ترین مقام‌های امارت اسلامی و ترکمنستان در هرات آغاز شد. ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای امارت اسلامی این روز را روز تاریخی برای افغانستان دانست که مدت‌ها مردم منتظر عمل شدن آن بودند. امروز روزی است که پس از سالها انتظار آن را داشتیم و بعد از سپری نمودن مشکلات و سختی ها زمینه گشایش این پروژه های بزرگ تحقق یافت. افتتاح این پروژه ها نمایانگر نیت نیک و سیاست عقلانه رهبر ملی ترکمنستان و سایر مسئولان ترکمنستان می باشد. در همین حال، ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی در یک نشست خبری پروژه تاپی را دستاورد بزرگ دانسته و میگوید که بخش اول آن به هرات رسیده است. اگر داده تاپی پروژه افغانستان د خلق لپاره او داسه د سیمه د رفاه او اقتصادي وادي لپاره یو اساسی پروژه و اوس موږ تاسو هغه مرحله ته ورسېدو چې دا پایل سو عملاً او ان شاء الله لنن ورسته به د ټاپي پروژې عملی چارې د افغانستان په خاور کې پیل کیږي. این مقام امارت اسلامی در ادامه تاکید میکند که یکی از هدفهای مهم پروژه تاپی اتصال منطقه‌ای و تقویت همکاری‌های چند جانبه میان افغانستان و کشورهای منطقه است. اساسی توګه باندې پوخسی او جوړسی او دا د وصل یو لاره هم سی سی به هم افغانانو ته ګټه کوي، هم د سیمه ایز اتصال لپاره مفید ده، هم د ترانزیت لپاره اسانه لار کېدلی سي. سخنگوی امارت اسلامی می افزاید که پروژه تاپی تنها در برگیرنده لوله انتقال گاز نیست. دا پروژه ځان سره نوری برخیم لري. تنها تاپی خود گاز و اغل لوی پایپلاین دسته تیریگی و چند که دی فایبر نوری لائن تیریگی سه اغا هم پدغا پروژه که برخه ده و ونده لری او دی فایبر دی رسیدو سره با افغانستان دی نړیوال انټرنیټي جال سره وصل کیږي. په مخابراتي برخه کې ډېر سہولتونه ایجادېږي، د ټکنالوژي په برخه کې ډېر سہولت ایجادېږي، افغانانو ته د انټرنیټ کیفیت به ورسره لوړېږي او ډېر به ارزانه وي دا انټرنیټ. گفتنی است که درازی مجموعی پروژه تاپی 1814 کیلومتر است. این در حالی است که بخش نخست این پروژه در خاک ترکمنستان تکمیل شده و نزدیک به 800 کیلومتر این لوله گاز در خاک افغانستان کشیده می شود. اکنون برای بحث بیشتر آقای جنت فهیم چکری آگاه اقتصادی را از طریق خط اسکایپ با خود داریم. چکری صاحب سلام، وقت بخیر. سلام به شما، تشکر از دعوتتان. سلامت باشین. مجموعه خبری ساعت 5 هست و خوشبختان شما را از طریق خط اسکایپ داریم. امروز آغاز دور عملی پروژه تاپی که در هرات آغاز شد ما شاهدش بودیم. در نخست میخوایم از شما بپرسیم که اهمیت پروژه بزرگ تاپی در رشد و توسعه افغانستان چیست؟ پروژه تاپی یکی از پروژه های مهم و حیاتی برای افغانستان محسوب میشه که میتونه سالانه در حدود 400 میلیون دلار پول دریافت بکنه افغانستان و بر 10 سال اول 500 میلیون متر مکعب گاز افغانستان میگیره که برای حمایت صنعت ما بسیار مؤثر واقع میشه و برای 10 سال دوم هم 1 میلیارد متر مکعب گاز میگیره. این پروژه هزاران نفر صاحب اشتغال میسازه و صنعت ما بسیار حمایت میشه. ما 6500 فابریکا داریم که همه از اینا
به شدت به انرژی ضرورت داره. وقتی پروژه عملی میشه صنعت افغانستان رشد میکنه، تولیدات بیشتر میشه، مردم افغانستان صاحب شغل میشه، قدرت خرید مردم بالا میره و بس اما تقاضای مؤثر در بازار واقع میشه و از طرف دیگه ما میتونیم که ارزش پولی را به اساس میکانیزم های اقتصادی حفظ بکنیم. با وجود که صنعت رشد میکنه از طرف دیگه زراعت را هم میتونه که پروژه حمایت بکنه. یعنی این پروژه را عملی شدنش برای افغانستان بسیار حیاتی و مهم است که عملی شود. در حدود دو سبستشن کلان که گاز خام به گاز پخته تبدیل میکنه در هرات ایجاد میشه و از طرف دیگم اگر این پروژه واقعا پاکستان و هندوستان میره اجازه بده که عبور شود و این پروژه عملی شود به اون ترتیبی که دیزاین شده، میدانیم که ثبات منطقه‌ای را در منطقه ایجاد بکنیم. وقتی که بعض منافع اقتصادی مطرح باشه، باز بعضی کشورها از لجاجت های شخصی و خصومت های سیاسی خودم گذشت میکنه و به خاطر منافع کشور خودم تلاش میکنه. که پروژه ایتنایل پروژه تاپیوم نیست که آغاز شد امروز، در پالیزی پروژه تاپ بود، پروژه فایبر نوری بود، پروژه خط آهن بود که 110 میلیارد دلار سالانه تنها پروژه تاپ ما میتونیم که حق ترانزیت بگیریم و تمام پروژه، اگر ما منافع پروژه فایبر نوری را حساب بکنیم، فایبر نوری را اینترنتش ظرفیتش لایتناهی میباشه. در قدر که آمیربانی چکری صاحب، قسمی که همه ما و شما در جریان هستیم، پروژه تاپی در سال 2018 در نظام قبلی افتتاح شده بود، اما در حدود 7 سال پیشرفت چشمگیر نداشته است. به نظر شما افتتاح کار عملیش موفق خواهد شد؟ خب امو موانعی که در وقت ایجاد شد فعلا اون موانع وجود نداره، که بحث عدم امنیت بود. در افغانستان بسیار جنگ جریان داشت و پاکستان هم نمیخواست که پروژه عملی شود، چون در وقت هم ستون پنجم شکل گرفته بود در افغانستان و پاکستان به خاطر که صنعت هندوستان رشد نکنه کوشش میکرد به یک نوع وضعیت امنیتی را خراب بسازه. و از طرف دیگه بین حکومت جمهوری اسلامی و بین امارات اسلامی هم بعض نزاع وجود داشت، عملا به مخاطر که امنیت درست نبود، پاکستان نمیخواست و از طرف دیگه سطح فساد بسیار بالا بود در حکومت قبلی. به نظر من 3 دلیل بسیار کلان بود که پروژه عملی در وقت نشد، اما فعلا نمی عرصه موضوع فروکش کرده. بسیار تشکر چکری صاحب. در حال حاضر چالش هایی که از دید شما فراراهی پروژه هست و چگونه می توان چالش ها را برطرف کنند تا این پروژه ای بار به مشکل که شاید و بایدش است آغاز به کار بکنه و فعالیتش خوب پیش بره؟ این پروژه اصلا 85% سهم ترکمنستان است که 24 تریلیون متر مکعب گاز ترکمنستان مازاد است که باید به از طریق افغانستان به پاکستان و اصل هدف هندوستان است که برای از او برسه. یعنی سهمش 85% از ترکمنستان است، 5% از افغانستان و 5% پاکستان، 5% هم هندوستان. سهم پولشون پرداختش به می اساس می اسهام تقسیم میشه که مصارف پول افغانستان هم ترکمنستان بر عهده گرفته و تمام می 4 پروژه را خدمت شما گفتم که چتر کلان از این پروژه را پروژه تاپی شکل میده تا سرحدات افغانستان و ترکمنستان رسیده از او به این طرف حرکت میشه. فعلا به یاری پروردگار هیچ نوع مانعی که باعث عدم تطبیق از این پروژه شوه فعلا وجود نداره. مسئولیت افغانستان همیست که تا سرحد افغانستان برسه به طرف پاکستان
که پاکستان اگر مانع ایجاد میکنه باز کشورهای منطقه پاکستان مجبور میسازه که این پروژه کلان منطقوی را باید اجازه بدن که به طرف هندوستان هم برسه. یعنی از دید من تو مانع کلان وجود نداره به خاطر تطبیق پروژه. سلامت باشین چکری صاحب. پروژه توپی آیا میتواند که به صلح و ثبات در افغانستان و تقویت روابط منطقه‌ای کمک کرده باشه؟ یعنی از دید ما اگر وقت برنامه تان اجازه بده، در جهان پنج نقطه آتشین است که یک افغانستان است، تایوان است، اوکراین است، غزه است و کیوبا است. یعنی اگر احتمالاً که حزب جمهوری خواه سر قدرت برسه، دیدی از او همیست که در حدود 20-25 سال باید در جهان جنگ نباشه و همه کشورها باید به طرف صلح حرکت بکنه و بعد از این افغانستان کشورهای منطقه برای افغانستان بسیار نیاز جدی داره که حق ترانزیت را باید جنوب آسیا از طریق افغانستان میره به آسیای مرکزی و برعکسش. به می ترتیب یعنی کشورها به خاطر منافع ملی خودشان نیاز از این دارند که در افغانستان صلح و ثبات باشه. اگر این پروژه توپی عملی میشه، پاکستان بسیار نیاز جدی به پروژه توپ داره که به بسیار مشکلات جدی کمبود برق در پاکستان احساس میشه و از گاز هم کمبودش احساس میشه در پاکستان. و از طرف دیگر پروژه کاسای کزار از که هم از قرقیزستان میایه به تاجکستان و به طرف پاکستان میره که این هم بسیار زیاد پاکستان برش نیاز داره. اگر پاکستان از قدر منافع کلان خود سر قدر منافع کلان خود پای بانه و بازم بره به لجاجت های سیاسی که در ایته نیم قرن گذشته داشت، باز این فیصدیش بسیار کم است. اما از دید ما که پاکستان را باز کشورهای منطقه مجبور میسازه، پاکستان را آدم میسازه که باید از لجاجت های خود بگذره. بسیار تشکر. منعیس آخرین پرسش و کوتاه فقط دیدگاه شما را میخواییم داشته باشیم چکری صاحب که این پروژه برای تقویت روابط کشورها با افغانستان میتونه کمک بزرگ بکنه؟ بدون شک وقتی که قرقیزستان خواستند که در افغانستان یعنی رهبری امارت اسلامی را از لیست سیاه بکشند، روسیه او را بسیار خوب گفت و گفتند که این عمل بسیار پسندیده است به خاطر که قرقیزستان در همسایگی و نزدیکی افغانستان قرار دارد که شورایی که در یک منطقه است در همسایگی هستند باید اونا داد و ستاد بکنند. یعنی همین موقعیت افغانستان جو استراتژیک افغانستان، جو اکونومیک افغانستان هم سازه و جو اکونومیک افغانستان هم جو پولیتیک افغانستان هم سازه. همین استراتژی افغانستان وضعیت اقتصادی را خوب میسازه به خاطر که در جایی است که دیگه کشورها احتیاجات از این داره که باید کالاهایشان تبادله شود. در حدود 1.3 میلیارد دلار سالانه پاکستان کالاهایش تبادله میشه به آسیای مرکزی و به یوریشیا. یعنی به این خاطر هم بافت منطقوی مجبور میسازه کشورها را که کوشش بکنند که از لجاجت ها بگذرند و به خاطر منافعشان توجه خود را داشته باشه. یعنی این پروژه اگر عملی میشه و پروژه دیگر هم که نام گرفتم اگر عملی شوه، من مطمئن هستم که در افغانستان یک صلح بسیار دوامدار را ما شاید خود باشیم. چکری صاحب بزرگوار، بسیار زیاد تشکر از حضورتان در برنامه. تشکر از دعوت شما. سلامت باشید. سردار بردی محمد دوف رئیس جمهور ترکمنستان در این مراسم بر گسترش روابط تجاری بر افغانستان تاکید کرده و آغاز عملی کار پروژه تاپی را مهم دانست و همچنان بر روابط دوستانه و حسن نیت همجوار میان افغانستان و ترکمنستان تاکید کرده و گفته که اجرای این پروژه و دیگر پروژه ها نه تنها برای منافع ترکمنستان و افغانستان بلکه برای منطقه اهمیت زیاد دارد. جزئیات بیشتر با احمد شاه شکوهمند.
سردار بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان که از طریق ویدیو کنفرانس در مراسم گشایش پروژه تاپی صحبت می کرد، گفت که امروز یک روز تاریخی برای دو کشور است و صفحه جدید در روابط افغانستان و ترکمنستان باز می شود. محمدوف تصریح کرد که این پروژه در توسعه اقتصادی، رشد صنعت و حیات اجتماعی افغانستان تأثیر مثبت خواهد داشت. امروز ما شاهد تهداب‌گذاری چندین پروژه بزرگ از جمله پروژه‌های تاپی و تاپ هستیم. روابط دوستانه، برادرانه و حسن همجواری میان دو کشور در حال توسعه است و اجرای این پروژه‌های مهم نه تنها برای منافع ترکمنستان و افغانستان، بلکه برای منفعت منطقه اهمیت بسزا دارد. وی همچنان افزود که همکاری میان دو کشور در بخش‌های ترانسپورت، مخابرات، انرژی برق و عرصه‌های دیگر برای افغانستان منفعت بار بوده و نمونه دوستی حقیقی و گشایش صفحه جدید بین دو کشور است. روابط افغانستان و ترکمنستان تاریخی است. احترام متقابل، برابری، برادری و حسن همجواری میان دو کشور نمونه برجسته است و در آینده این روابط بیشتر از پیش گسترش خواهد یافت. آغاز کار رسمی پروژه تاپی که امروز رسما از جانب مقامات حکومت سفارت فعلی افغانستان افتتاح شد، یک اقدام نیک بوده. این مسئله می تواند جهت همکاری بیشتر با کشورهای منطقه مفید باشد. این در حالی است که پروژه توسعه بندر تورغندی که مشمول دو مرحله ساخت خط آهن از هرات تا صنوبر به طول 22 کیلومتر و ساخت هنگرها، تأسیسات و خط آهن فرعی در مسیر این پروژه است، به هزینه نزدیک به 40 میلیون دلار قرار است عملی شود. کار عملی چهار پروژه بزرگ اقتصادی امروز در ولایت هرات با حضور مقام‌های بلندپایه امارت اسلامی افتتاح شد. این پروژه‌ها در بخش انتقال گاز، انرژی برق، خط آهن، فایبر نوری افتتاح شده است. شرح بیشتر با همکارم عارف فدیل. آغاز کار عملی پروژه‌های بزرگ ملی و منطقه‌ای در هرات. مسئولان بلندپایه ترکمنستان و امارت اسلامی روز چهارشنبه در بندر تورغندی هرات پروژه تاپی، خط آهن، انرژی برق و فایبر نوری را افتتاح کردند. به گفته سخنگوی امارت اسلامی، کار ساخت بخش نخست این پروژه از ترکمنستان آغاز تا شهر هرات ادامه می‌یابد. پروژه نورالجهاد بخشی از پروژه تاپ است. پروژه تاپ بخش دیگری از پروژه‌های اساسی کشور بود که انرژی برق را از ترکمنستان به افغانستان، بعداً به پاکستان انتقال خواهد داد. فاز اول آن یا بخشی از این پروژه در هرات تطبیق شد و سبستیشن نورالجهاد که امروز آغاز به کار کرد و به هموطنان ما یکی از منابع قوی و مؤثر برق تبدیل میشه انشاءالله، هم پارک صنعتی از او استفاده خوب خواهد کرد در ولایت هرات. در همین حال، آگاهان امور اقتصادی پروژه تاپی را در بخش رشد اقتصاد مهم و حیاتی می دانند. جامعه ما مؤثر خواهد بود و در راستای رویت اقتصادی مفید و همه جانبه تأثیرات اقتصادی برجا خواهد داشت. از سوی هم، باشندگان هرات با ابراز خرسندی می گویند که با آغاز کار عملی این پروژه برای هزاران جوان فرصت شغلی فراهم می شود. گاوارد تبلار دب زمرد ده هرات شهریان لپاره یو ډیر د اقتصاد په برخه کې پرمختګ وي، ځکه هرات یو صنعتي شهر ګوټ دی، صنعتي شهر ګوټ ځایونه لري، تجارتي شهر دی، آرت شهر دی. پایپ لاین گاز تاپی از ترکمنستان آغاز می شود و با عبور از افغانستان به پاکستان و از آنجا به هند می رسد و همچنین افزون بر ایجاد فرصت‌های شغلی برای هزاران تن از جوانان، افغانستان سالانه بیش از 450 میلیون دلار حق العبور و ترانزیت به دست خواهد آورد. محمد عارف عدیل، تلویزیون یک، شهر هرات. همزمان با گشایش کار عملی پروژه تاپی در ولایت هرات، مسئولان امارت اسلامی از تأمین امنیت کامل این پروژه اطمینان می‌دهند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، در گفتگوی اختصاصی با تلویزیون جهانی یک گفته که در تأمین امنیت این پروژه، ریاست عمومی استخبارات و وزارت‌های داخله و دفاع با هم به گونه مشترک کار می‌کنند و همچنان این پروژه را برای اقتصاد کشور با اهمیت دانسته است. جزئیات بیشتر با مشعل ایوبی.
ناامنی و مشکلات ناشی از آن یکی از موانع بزرگ در برابر آغاز کار پروژه توپی بود. اما امروز چهارشنبه کار عملی این پروژه پس از تلاش‌های امارت اسلامی و تأمین امنیت سرتاسری در کشور به گونه رسمی در ولایت هرات آغاز شد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، در مصاحبه اختصاصی با تلویزیون جهانی یک از تأمین امنیت این پروژه اطمینان داده و می گوید که در این راستا ریاست عمومی استخبارات و وزارت‌های داخله و دفاع مشترکاً کار می کنند. به گفته وی، نهادهای امنیتی در تأمین امنیت این پروژه با هم تلاش می کنند. باید یادونه وکړو چې د دې پروژې امنیت به په ډېر دقیق ډول او ډېر ښه نیول کېږي. هغه دپاره خبرنامه جوړ شوې ده چې په هغه کې استخبارات هم خپل فعالیت لري او د کورنیو چارو وزارت تر ټولو نه لویه ونډه لري چې د دې پروژې سره نږدې هغوی تر امتداد د دې پروژې پورې هم قرارګاوې لري، هم دوامداره ګزمې لري، هم دفاع وزارت بیا یو کیلومتر لرې له دې نه هغه خپلې قرارګاوې لري چې د دې امنیتي لحاظه هېڅ ستونزه نه ورته حس کوو او په ټوله معنا باندې موږ امنیتي ځواکونه د دې پروژې ساتنې ته ژمن دي. آقای مجاهد، آغاز کار پروژه انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان و پاکستان به هندوستان را یک پروژه مهم اقتصادی برای کشورهای ذی‌نفع میپندارد. مهم اقتصادی پروژه ده، هم افغانان ته، هم ترکمنستان ته، هم که ورسی که پاکستان ته و هم هند ته، ځکه ارزانه گاز د دې لارې نه د سیمې ته انتقالي د ترکمنستان لپاره د گاز یو ښه مارکیټ ده. د افغانستان لپاره دوه ګټې لري، یو داسې گاز او دغه نور مستفیدات چې دي افغانستان خلک هم استفاده ځینې کولی سي، او بل د ترانزیت نه یو غټ عاید کلنی ډول افغانان ترلاسه کولی سي. پاکستان ته هم ګټه کوي ځکه هغوی د سون موادو ډېر ضرورت لري او دا په ارزانه شکل لري، او هندوستان ته هم ګټه کوي ځکه هغه هېواد کې د سون موادو ډېره اړتیا ده او دا ارزانه لار ده د انتقال د موادو. و ای می افزاید که با تکمیل کار این پروژه و انتقال کیبل فایبر نوری، باشندگان کشور به انترنت ارزان و با کیفیت دسترسی خواهند داشت. خو ان شاء الله ځکه د موږ انټرنیټ د افغانستان څخه وست موږ د سټلایټ نه استفاده کوو، هغه طبیعي ده چې قیمتونه هم لوړ دي، کیفیت هم متاثره کوي. او په تاسو داسې نړیوال جال سره موږ د مځکې له لارې واسو د فایبر نوري له لاین نه موږ داسې انټرنیټ بلرو لکه نورو نږدې هیوادونو کې سم کیفیت ډېر لوړ ده، هم ارزانه ده، ډېر او اسانه استفاده کوي. پیش از این مقام های ترکمنستان از تکمیل کار تمدید لوله‌کشی این پروژه در خاک آن کشور خبر داده بودند، اما کار این پروژه برای اولین بار در افغانستان امروز در ولایت هرات آغاز شد. پروژه گاز تاپی برای افغانستان در اوضاع کنونی که بیکاری در میان مردم بیداد می کند، از نظر کارشناسان گام برای توسعه اقتصادی کشور است. فایبر نوری، خطوط آهن و انتقال برق از شاخصهای این پروژه است که موازی با این پروژه به پیش خواهد رفت. کارشناسان می افزایند که عملی سازی این پروژه فرصتهای کاری را ایجاد کرده و موجب توسعه اجتماعی و اقتصادی در افغانستان خواهد شد. پروژه خط لوله انتقال گاز تاپی برای افغانستان از اهمیت ویژه برخوردار است که با عملی شدن این پروژه در کشور سالانه 2 میلیارد متر مکعب تن گاز سهم افغانستان خواهد شد که از این طریق سالانه به ارزش 3 میلیارد دلار عاید کشور می‌گردد. حرکت دادن پروژه تاپی یکی از آرمان‌های اساسی مردم افغانستان است. هر دولتی که بوده به این آرمان در حقیقت زخت پابند بوده که چگونه میشه که تاپی را باید حرکت بدهیم. از این لحاظ فکر میکنم که حرکت دادن تاپی و در پالوی از پروژه های دیگه چون فایبر نوری و مسئله برق و انرژی و غیره جزء اساسی حرفای است که میتونه اقتصاد افغانستان بسیار بسیار کمک کنه. با تطبیق پروژه تاپی، پاکستان و هند به منابع غنی گاز ترکمنستان از طریق افغانستان دسترسی می‌یابند و پای قدرت‌های بزرگ اقتصادی دنیا را به منطقه می‌کشاند. آگاهان اقتصادی تطبیق این پروژه را یکی از آرمان‌های دیرینه مردم می‌دانند و می‌گویند که تاپی افغانستان را به بازار جنوبی آسیا وصل می‌سازد. یک پروژه حیاتی به تمام مردم افغانستان می باشد، چون در این پروژه سهم مستقیم و غیر مستقیم و عوایدش به مردم افغانستان می رسند. یکی است که 400 میلیون دلار به افغانستان تادیه می شود در پهلوی 400 میلیون، غیر مستقیم اشخاص افراد دیگه که در این پروژه کار میکنند و در پهلویش هتل و خدمات لوجستیک ترانسپورت انجام می دهند، آنها هم یک اندازه.
ده سال پیش توافقنامه این پروژه از سوی افغانستان، پاکستان، ترکمنستان و هند در عشق‌آباد امضا شد. اما به اساس بحران‌های سیاسی در افغانستان، کاری آن به تأخیر افتاد. وزارت کار و امور اجتماعی برای گشایش کار عملی پروژه تاپی امروز را در هرات تعطیل عمومی کرده بود. با این حال، شماری از باشندگان شهر کابل از تلاش‌های امارت اسلامی در راستای آغاز مجدد کار پروژه تاپی استقبال کرده و ابراز امیدواری می‌کنند که با آغاز کار عملی این پروژه، زمینه‌های کاری بیشتر برای مردم کشور فراهم خواهد شد. جزئیات بیشتر با ستاره قادری. پروژه بزرگ اقتصادی تاپی امروز در مراسم از سوی مسئولان محلی در ولایت هرات افتتاح شد. به همین مناسبت امروز تنها در ولایت هرات تعطیل عمومی است. سید محمد سلیمان خیل باشنده کابل آغاز عملی کار پروژه تاپی را برای ایجاد زمینه کار به هزاران تن از شهروندان کشور با اهمیت می داند. و بر بهبود زندگی مردم هم کمک میکنه. مزایای پروژه تاپی زیاد است. خب بزرگترین مزایایش است که بر افغانستان تامین انرژی میکنه، یعنی گاز میده، در عین حال درآمد به افغانستان میباشه. به اساس پیش بینی ها تقریبا بیش از 400 میلیون دلار سالانه افغانستان از این عاید خواهد کرد و در عین حال روابطش با کشورهایی که در این پروژه دخیل است خوب میشه و یک نوع امنیت منطقه خوب بهبود پیدا میکنه. اشتغال زایی صورت میگیره. کسایی که در افغانستان در حفظ و مراقبت این پروژه سهیم هستند، اینا یک نوع اشتغال پیدا خواهد کرد و در کار شامل خواهد شد. پروژه تاپی افتتاح میشه در افغانستان و این خیلی برای مردم ما یک سهولت بزرگ است و یکی از سهولت های بزرگش همین است که مردم از بیکاری میبرند و میرند به طرف سهولت و آرامش و همین که کار داشته باشند و وظیفه داشته باشند که فامیل خودانه بتان حمایت کنند. این خیلی به نظرم یک پوینت مثبت از به افغانستان. دیگه قسمی که در جریان هستیم چندین کشور جهان مانند ترکمنستان است، هندوستان است، پاکستان است و دایی سهم داشته و این برای کشور ما خیلی مهم است و میتونه ما را در راستای موفقیت ما خیلی پیش ببره. همچنان فرشته مهدوی باشنده پایتخت آغاز کار عملی پروژه تاپی را در رشد اقتصاد کشور مهم دانسته و ابراز امیدواری می کند که با عملی شدن آن زمینه های کاری برای مردم کشور فراهم شود. که پروژه تاپی است هم بر اقتصاد مردم هم بر اقتصاد کشور را روابط عمومی بین کشورهایی که لوله گاز از یا از این کشورها میگذره خیلی فواید زیاد داره. مثلا یکی از وقت است همین ترانزیت 6 میلیون دلاری است که بر افغانستان و سایر کشورهایی که از او میگذره بر ازیا داده میشه تا هم اینا میتونن از طریق از پول به خود کشور هم افرادش هم کمک کنن هم بتونن اقتصادش هم بالا بره. گفتنی است که این پروژه در دسامبر 2015 در عشق‌آباد پایتخت ترکمنستان توسط رهبران افغانستان، پاکستان، هند و ترکمنستان افتتاح شد. اما این پروژه به دلیل ناامنی در افغانستان و اختلاف‌های منطقه‌ای هنوز در افغانستان عملی نشده بود. با این حال کار این پروژه برای اولین بار در افغانستان امروز در ولایت هرات آغاز شد. از توجه و همراهیتان سپاس. در ادامه با برنامه‌های بعدی یک باشید. خدا نگهدار.